شاید باورتون نشه ولی فدای قره دیسترک سپر خلصه رو منتشر کنه بیلیت دو قره بیاد بیرون پشمام ریخته واقعا بچه ها یادتون نره قبل اینکه بریم سراغ ویدیو حتما و حتما چنل یوتیوب رو سابسکرایب کنید زنگوله رو بزنید سلام به بچه ها رفت های امیدوارم هر کجا که هستید حالتون خوب خوب باشه آقا این سپر خلصه وردش این موزیک ویدیو داد با سادن بعدش یه تیکه به شروین آجیفور انده کل رحبه فارس بلند شدن علیه دارن میکوبنش دی. من هر کامنتی داخل یوتیوب کامنت های تلگرام هر جا میبینم دارن میرینن در خلصه از این ور از اون کلا دیگه گرفتن روش بنده خدا حالا یه تیکه انده و یه تیکه که البته دیگه با شروین بود دیگه دیگه منظورش با کسی دیگه نه و خودش هم برگشت کن بچه ها یادتون هر چندل یوتیوب سابسکرایب کنید قرار داخل این ویدیو بریم سراغ واکنش رپرا سیجل که اومد حمایت کرد فدایی و کسایی که پشت خلصه در اومدم و علیه خلصه بودن قراره بریم ما هم ببینیم بریم به استوری کامنتشون همه چیزون کاملا یا تو نر چندل سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید بچه دیشب ساعت دوازه شب فدایی برداشت تویت رد داخل توییتر نمیش که هرکی به من تو رپ فارسی که مندازه قابل درکه چون من برای کل رپ فارس بارها شونه کشیدم منظورش دیسترک بیلیت فاتحه یا دیس به گروه زدبازی نوشته که یکی از بیرون ایران به شروین تیکه بندازی که موفق ترین آهنگ اعتراضی تاریخ کشور رو ساخته باشه و همین الان تو ایران زیر فشاره واقعا کار زشته فدایی البته اینو ساعت 12 شب دیشب توییت کرده که خلصم دیگه ساعت یک یعنی 1 ساعت بعد اومد جواب داد نمیش فقاعت اینه که بابا خودت رو بفروشی ان آقا منظورش اینه که همون تیکه که به بف... سروش انداخته بود و اومد از سروش مدارک درست کرد پخش کرد میگه وقاحت اینه که خودتو رو آقا نه اینکه زبونی یکی باشه که تو صدا سیما بوده منظورش اینه که مثلا از خاری و طرف مثلا شیروین تو صدا سیما بوده داری تیکه میندازی که آقا شیروین خودش تو صدا سیما بوده نیازی نیست تو بیه واسش بمالی و اینجا که نوشته کفتار آدم فروش نفر بعدی دیگه باید خودت رو دیس کنه چون کسی نمونده راست میگه دیگه فدای دیگه دمر دیس کرده سرور خلسه خیلی کوروزت بازو که با دیس کرده هیچکس رو بود که کرده حسین البته از حسین پشیمون بود گفت که کاش بیلی تو جای اه... که بدم به حسین میدادم هیچی هی هست پای حرف هم وای میستم علکی کسی مقدس نکنه یارو همش تو فاز ترحم خریدن که وای ما بدبختی ان شاء تو برج میلاد ما ترحم رو ما ترحم تو رو نمیخوایم خودمون گایده شدیم این مثال آقا اینجا سبر خلسه یه آهنگ داشت شروی میگفت کاش همه بچه ها تو کنسرت بذارن تو استیج میلاد داره به اون میندازه میگه که داره میاد مثلا میگه که آقا این فلان کارو بکنیم و مثلا آرزوشونه یه خارجی بهش کلا مردم ایران آرزوشونه یه ای خارجی بیاد بهش جایزه بده دیس منم مال این نفر دیگه است مال این فرنگ فیری که فتیش بدبختی نشون دادن داریم که خارجی‌ها به ما جایزه بدن چیزم تو این جایزه حالا برو بالا پشت و بوم تا داغی برو بالا پشت بوم تو داغی منظورش بود که یه دونه فیلسال اون موقع داده بود به یعنی دیگه اکثرا رو پشت انجام میده مخصوصا فیلیستالی حالا آهنگای اجتماعی سیاسیش و این قضیه بود که آقا بین خلصه و فدایی رخ داده تا الان با پستای تلگرامی و توییتری بوده به نظر من که کار به جای باریک هم کشیده میشه که بخوان دیسترک بدن به تو امیدوارم واقعا بیف جذابی میشه بیف بین خلصه و فدای خیلی دیدنی امیدوارم که اتفاق بیفته آقا بزنم و بکوبم واقعا خیلی باحال میشه آقا اما دیشبم سرم ام یه پستی داد داخل چنل تلگرامش نوشته راستی قرار بود پول کنسرت آزادی خرج معترضا بشه کسی خبر داره چی شد میخواین از هنرتون پول درآوری مشکلی نداره چرا از مردم ایران مایه میذارین آخه این تیکه به گروه پایدار میندازه ابی بود فکر کنم با ارفان ارفان پایدار که یه کنسرت گذاشتن اسمش کنسرت آزادی بود که قیمت بلیتش هزار دلار بود یعنی یه بلیتش هزار دلار و گفتن که قرار پولایی که بیلیت ها مثلا بلیت در میاد پولی که مثلا مردم میان بلیت میخرن و خرج معترضه ایران بکنیم مثلا الان زاخار اصلی که کانال خود ام جی اومده گفته که آقا پول کنسرت چی شد شد خرج مردم کردید و اما جای هم ننشست یه جا دیگه اومد آقا کوبیری یه تنه به سبه خلطه و پشت فدایی در اومد نمیشه اون بچه که دستش از همه جا کوتاست گوش, گوش خوردن کاری نداره شما برای توجی یا پول استریم فقط عربی نرخصید منظورش اون تیکه ای که داخل خلصه داخل یوتیوبش گذاشته بود نوشته شما نرخصید لباس باربی نکنید و از فرنگ حرف نزنید البته حق دارید یا ندیدی رسیدی دور برداشتی بعد نوشته یارو از فرنگ هیچ بوی نبرده اسوراش آقازاده ها خای مالا منظور ان منظورش اینه که آقا با ساشا صبحانی و پویا مختارین نه خلص منظورش آقازاده اونه دیگه بعد اومده فرنگ رپ ادرازی ایراد میگیره هنرت خراب نشه همجون هنرت خراب نشه همجون میدونید دیگه تیکه انداخ به اون موقع که خرسه میخواست اونج اعتراضی بده اومد گفت آقا اگه من بخوام بیام منج اعتراضی بدم مثلا هنرم خراب میشه برای چی میام همچین کاری بکنم اما سیجل که دیگه آقا صد درصد پشت خلصه بود روزا فوش مادر گذاشت هرکس به خلصه فوش بده بخاطر اونج ولی خب فوش دادن دیگه نوشته هستی حس بدی باید باشه آهنگ تو هیچ که گوش نده مجبور باشی تویت بذاری بلکه دو نفر جملت بخونن و متاسفانه نمیخوام تایید کنم ولی البته متاسفانه که نمیتونم میگم نمیدونم چرا دیس هیچکس کس فدایی داده بود کلا هفتاد هزار تا ویو خورد نمیدونم البته موزیک سادن با خلصه دو تا مثلا باز خلص نمیدونم فدایی از خلصه اسم میکنم قوی تره دوتاشون دو تاشون حالا جنگ داخل رپ فارسی زیاده ولی خب این جنگ فرق داره یه جور دو دستگی ایجاد کرده و هم خطاب به فدایی نوشته که گارسون جان شروین خودش زبون داره با جرات از داخل ایران میخونه از پاریس سخنگویی کسی نشو شروین حاجی که تا این لحظه جوابی نداده و بعید میدونم بخواد جواب بده ام. ولی اصلا نمیشه تصور کرد فکر کن شروین بیاد با خلصه بیف کنه با فدایی با خلصه خیلی باحال میشه اصلا شروین تو سبک اصلی شاخه تو نیست که بخواد به دیسترک ببنده یه چیز فضاییه و بچه نظر شما چیه؟ به نظر من حالا کاری ندارم ولی خلصه یکم اشتباه کرد روی چیزی انداخت که مثلا مردم روش حساسن میدونید و خب اصلا خلصه میگیم آقا قبول اصلا به شیبین آجی تیکه نانداخته دیس, دیس نکرده شیبین آجی ولی اون یه تیکه برمیگرده میگه طرف تو صدا سیما سایل ازش حمایت میکنی خب آقا دیگه با شیبین بوده دیگه نمیشه یه جو. به کی بوده مثلا این چاقالا مثلا اجرا میرفتن جلو بشیر خب کسی نمیتونه باشه به جو شیبین مثلا میشتاسیم تو عصر جدید اومده بالا و میخونه کس به نظرتون حتما واسه بنویسید بچه‌ها یاتون هر کانال یوتیوب سابسکرایب کنید اگه میخواد از قوری کشی با خبر بشید بچه‌ها من یه ویدیو شورت ساختم بالا می‌تونید برید ببینید حالا از هفته بعد استارتش رو می‌ذاریم کاملا در ویدیو درست می‌کنم و بیشتر بهتون توضیح میدم ولی اگه میخواد زودتر سن با خبر بشید ویدیو شورت داخل کانال هست میتونید با مراجعه به این بالا برید حتما ویدیو شورتو رو ببینید سابسکرایب کنید و کنسرت مامرز شای بلیتشو شا دریافت کنید دمتون گرم دوستتون دارم امید دیدار